بحران سوریه از شهر 80 هزار نفری درعا در جنوب این کشور آغاز شد. در 16 فوریه سال 2011، عده‌ای از دانش آموزان مدرسه بنی در محله عربین درعا شعارهایی را بر ضد بشار اسد بر روی دیوار مدرسه نوشتند. این حرکت در زمانی اتفاق افتاد که کل منطقه در حال تغییر و تحول بود. در آن زمان حکومت بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر با اعتراضهای مردمی سرنگون شده بود و معمر قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن هم شرایط خوبی نداشتند. این تحولات سیاسی سبب شده بود که همه منتظر به هم ریختن اوضاع در سوریه باشند، چون این کشور نیز از نظر ساختار سیاسی شبیه تونس و مصر بود. دانش آموزانی که بر روی دیوار مدرسه شعار نوشته بودند توسط سیستم امنیتی سوریه بازداشت شدند. مخالفان اعلام کردند که این بچه ها توسط دستگاه امنیتی سوریه به شدت شکنجه شدند و حتی ناخونهایشان هم کشیده شده. برای اولین بار این خبر از شبکه الجزیره پخش شد. در آن زمان الجزیره تظاهرات مردم یمن را پوشش می‌داد که خواستار کنار رفتن علی عبدالله صالح از قدرت بود. انا موجود بسوريا. نعم. حابب بس احكي للعالم عن الوضع اللي عم بيصير هنيك. تفضل. في مدينة اسمها درعا فيها اطفال عمرهم 10 و11 سنة تم القاء القبض عليهم. السبب هو انه لما راحوا على مدرستهم كانوا عم بيشوفوا على التلفزيون شاهدوا مشاهد الثورات. وراحوا كتبوا بكل براءة على حيط مدرستهم عبارات الحرية اللي شافوها. فراحت الشرطة واعتقلتهم وحبستهم بالسجن. في أي مدينة؟ في أي مدينة محمود؟ في مدينة درعا. درعا. جنوب دمشق. نعم. فحابب أسأل أين حقوق الإنسان؟ وين العالم؟ شو النظام؟ شو النظام اللي ما بيميز حدا وما بيهم مشاعر يعني أنت تتحدث عن وقعة اعتقال أطفال على خلفية عبارات كتبوها مؤيدة للثورة في العالم العربي بشكل عام؟ بهالبساطة أطفال، أطفال شو رح يعملوا غير إنه